برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. گزارش اخیر آکسفورد اینسایتز نشان می‌دهد بیش از نیمی از کارمندان شرکت‌های فناوری اعتقاد دارند فشار مدیران برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در محل کار آنها شدت گرفته، اما ایران با قرار گرفتن در رده 94 از میان 193 کشور و در کنار کشورهایی همچون سریلانکا، باهاما و فیجی و پایین‌تر از برخی کشورهای نزدیک همچون پاکستان و ازبکستان در دسته کشورهای کاملا ناآماده برای پذیرش این فناوری تحول‌آفرین معرفی شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های عظیم و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشورهای منطقه در حوزه هوش مصنوعی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت جواب داده است. فاصله بین ایران با سایر همسایگان کمتر ثروتمند نیز قابل توجه است. تحریک طالبان پاکستان از رهبران جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام پاکستان خواست تا راه دموکراسی را رها کنند و با آنها به جنگ مذهبی علیه ارتش پاکستان بپیوندند. جمعیت علما در انتخابات پارلمانی شکست خورده و بیشتر کرسی‌های آن به دست تحریک انصاف افتاده است. در این بیانیه مطبوعات TTP آمده است که در پاکستان تمام قدرت در دست ارتش پاکستان است و هرچه بخواهد انجام می‌دهد. انتخابات به صورت نمادین برگزار می‌شود. این درخواست طالبان پاکستان در حالی مطرح می‌شود که سراج الحق پس از ناکامی در انتخابات اخیر کمیسیون انتخابات پاکستان را به تقلب متهم کرده و خواستار استعفای مقام‌های این کمیسیون شده است. مولانا فضل الرحمن نیز از حزب جمعیت علمای اسلام در زادگاهش در اسماعیل خان شکست خورد و تنها در بلوچستان و برخی مناطق دیگر پشتون نشین 4 کرسی در مجلس ملی به دست آورد. سازمان ملل متحد خبر نابودی بیش از 1/5 حصه حدود 1200 نوع حیوانات مهاجر تحت نظارت این سازمان هشدار داد. در گزارش سازمان ملل متحد که روز دوشنبه 23 بهمن منتشر شد آمده است که تعدادی از انواع مختلف حیوانات مهاجر که به طور منظم مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند 44% کاهش یافته است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بهره برداری بیش از حد مانند روش‌های ماهیگیری و نیز از بین رفتن محلات زیستی به دلیل فعالیت‌های بیشتر انسانی دو تهدید بزرگ برای نوع حیوانات مهاجر خوانده شده است. شهرداری طالبان در استان خوست در جنوب افغانستان از کشف گور دست جمعی در نزدیکی دانشگاه شیخ زاید در این شهر که اجساد دست کم 100 تن در آن دفن شده است خبر می‌دهد. شهرداری طالبان در خوست گفته که این گور دست جمعی هنگام ساخت یک بند آب گردان کوچک کشف شده است. به گفته آنان این افراد با لباس‌هایشان زیر خاک شدند و لباس زنان و کودکان هم در میان آنان وجود دارد. از سوی هم منابع تأکید کردند که بر پایه تحقیقات ابتدایی این افراد با ضرب گلوله به قتل رسیدند. هویت این افراد و زمان قتل آنان روشن نیست. پیش از این نیز گورهای دست جمعی دیگری در استان‌های مختلف افغانستان کشف شده است. سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کند که در سال جاری میلادی تقریباً 500,000 مهاجر دیگر افغانستانی به کشور خود باز می‌گردند. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در خبرنامه خود گفته است که 98% افرادی که باز می‌گردند به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. خبرنامه اوچا می‌افزاید که در حال حاضر 6.3 میلیون افغانستانی از مناطق اصلی خود بیجا شدند که اکثر اینها یک دهه قبل خانه‌های خود را ترک کردند. طبق آمار سازمان ملل متحد، افغانستان از حیث افراد بیجا مانده در جنوب آسیا و جایگاه اول در جهان در جایگاه دوم قرار دارد.